با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و مهمانان ارجمندم که دو هنرمند برجسته هستم به شما معرفی کنم، طبق روال همیشگی از ایمیلاتون، از تماساتون برسرات بارو گلبارو میکنین، تشکر میکنم. این نشون میده که این حساسیت شما نسبت به برنامه و این وقتی که میذارید، چیزایی که مینویسید، همه برای من بسیار با ارزشه. در چند ایمیل مشترک از رضا والی پرسیده بودیم، استاد دانشگاه کارنگی میلون پیتسبورگ که آهنگساز است که مهمون برنامه من بود زمانی که کنسرتونه خودشو با ارکستر مجلسی لس آنجلس اجرا کردن با همراه با خسرو سلطانی. کارهای زیادی در شرف انجام داره که یک کارش که مربوط میشه به جامعه ایرانی کنسرتو کمونچه و نیش است که 2012 اواخرش در نیویورک اجرا میشه. خسرو سلطانی هم که نوازنده نیش بود الان داره با ارکستر سازهای قدیمی آلت میوزیک در وین به یه تور بزرگ میره. حالا کم و کیفشو در برنامه بعد بهتون اطلاع میدم. در دو برنامه قبل در اواخر برنامه من یه اشاره کردم به کنسرت پینک فلوید که دارن میان لس آنجلس. انقدر شما ایمیل داده بودین، سوال کرده بودین، کنسرتشون در 19 می هست و قرار اونجا آلبوم وار اجرا کنن که در لس آنجلس کلسیوم هست. حالا اگر حتما بزنین اطلاعاتش میاد. خیلی ایمیل داده بودین، سوال کرده بودین که در کجا کنسرت داره. من اطلاعاتی ندارم. به هر صورت اینا یک حتما یک گروه خیلی بزرگی هستن که این کارا رو انجام میدن. اگه اطلاعاتشو بخواین حتما در این سایت‌های اطلاعاتی هست. من قبل از اینکه مهمونان رو به شما معرفی بکنم، از غزال کارگردان فنی و سارا در اون طرف دوربین که در اسما با همین برنامه رو اجرا میکنیم، اونا در پشت و من جلو، اونا تشکر کنم. از غزال خواهش میکنم بریم یه کار کوچیک ببینیم، بعد مهمونا رو حتما خودتون دیگه در این کار در این کلیپ ببینیم بهتون معرفی کنم. غزال جون بزن بریم این کار رو ببینیم، برمیگردیم میایم تو استودیو. از دلم بی خبری، کن به حالم نظری، از دلم بی خبری، کن به حالم نظری، چهره خوب تو را ماها ندارد سنما. عزیزم چقدر جلوه گری، حبیبم چقدر ریشه گری، موی دل جوی تو را شاها ندارد سنما. عزیزم چقدر جلوه گری، حبیبم چقدر ریشه گری. آن خال مشکین تو، مشکین تو شده پسند من، آن زلف پرچین تو، پرچین تو شده کمند من. عزیزم چقدر جلوه گری، حبیبم چقدر ریشه گری. عزیزم چقدر جلوه گری، حبیبم چقدر ریشه گری، ماه من چقدر با نمکی، نمکی نمکی نمکی. از دلم بی خبری،
حالم نظری، چهره خوب تو را ماها ندارد سنما. عزیزم چقدر جرمگری، حبیبم چقدر رشوگری، موی دلجوی تو را شاها ندارد سنما. عزیزم چقدر جرمگری، حبیبم چقدر رشوگری. خاله مشکین تو، مشکین تو شده پسند من، هم زلف پرچین تو، پرچین تو شده کمند من. عزیزم چقدر جلوه‌گری، حبیبم چقدر عشوه‌گری، ماه من چقدر با نمکی، نمکی نمکی نمکی. با سلامی گرم و درود فراوان، اگر تازه ما پیوستید، در یکی دیگه از برنامه‌های ضیافت در کنارتون هستم. دو مهمان ارجمند دارم، مرداد عربی که چهره شناخته شده است برای شهر فرشته‌ها، به نظر من مستر سازهای ضربیه، و یکی از ویژگی‌های مرداد بعد از من سالها که باش کار میکردم دیدم که چقدر در زمینه ساز وایلن که ساز بسیار مشکلی، ساز زهیه، تحصیلات داشته و این ساز خیلی خوب میشناسه، راجب نوازنده‌هاش، راجب موسیقیش، راجب خدمتش صحبت میکنه و این باعث خوشحالی ماست که در کنار ماست. اگر بخوایم راجع به مرداد عربی صحبت بکنیم به ساعت‌ها وقت نیاز داریم، انقدر کلیپ آورده بود که من نمیدونستم از کجا شروع کنیم. و یکی دیگر از مهمانا که مهمان شهر فرشته است، تینوش بهرامی است، یک نوازنده برجسته سازهای مضرابی، تار میزنه و از خیلی سن پایین به موسیقی علمی پرداخته، بعد در هنرستان بوده و بعد به انگلستان رفته، اونجا یه پرواز بلند داشته، اونجا در اتموزیکولوژی فارغ‌التحصیل شده. هر دوشون اصرار داشتن که من کمتر راجع به پیشینه‌شون صحبت بکنم، چون معمولا موسیقی دانهایی که حرفه‌ای هستن بیشتر دوست دارن که کارشون رو ارائه بدن تا راجع بهشون تئوری گفته بشه. بر صورت من بهشون سلام میکنم. سلام تینو جان و مرداد جان که امروز استودیو ما رو سبز کردید. من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و برنامه خوب ضیافت آقای خسروی. تشکر میکنم. شهر رو ریختیم به هم، چه خبره؟ بسید که برنامه داریم. درسته؟ در دو تا تاریخ هستش، فوریه سوم و چهارم فوریه در لس آنجلس برنامه داریم. بله. سوم فوریه در شهر اطراف لس آنجلس پالاس وردس هستش که در یک چرچیه، و چهارم فوریه در گالری سیحون برنامه داریم که تم برنامه ما هم موسیقی دوره قاجار هستش. و خب میدونید که جناب مهندس سیحون نوه میرزا عبدالله هستن. کاملا درست. و دیگه چی از این بهتر که ما موسیقی که مربوط به دوره قاجار و رجالش که میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی هستن در گالری به قول معروف نوهشون. در اصل الان یک چند وقتی است که به کوشش فراوان مریم سیحون یک برنامه‌ای برگزار میشه که من در برنامه اولیشون که با پژمان حدادی و حسنوف که کمانچه میزدن امام حسنوف بود، انقدر جمعیت بود که من اون شب دیدم که خیلی ها رو مریم ازشون معذرت خواهی کرد، چون بدون اطلاع اومده بودن و جا نبود، و برنامه دومشون هم با موفقیت اجرا شده و خیلی خوشحالم که در یک سقف مهربانی میتونه هنرمندای خوبی مثل تینوش و شما رو جلب بکنه که بیاره اونجا برنامه اجرا کنیم. از کاپیتان تیممون بگیم آقای خسرو انصاری، ایشون هم با شما همکاری. بله. کاری که اول شنیدین در واقع CD بودش که شرکت ماهور منتشر کرد به اسم 6 تصنیف قدیمی که با دوست خوبم آقای دکتر پورجوادی که دانشگاه تهران درس میدن و آقای سعید کامجو اجرا کردیم، که یک مقداری ما پامونو فراتر گذاشتیم و به قول معروف یک ملودیای دیگه زیر خاکی قاجاری رو، چون آقای بهرامی خب تخصصشون بسیار مطلع هستن، از اساتید قدیمی اینا رو خیلی خوب درس گرفتن، دکتر صفوت، و خیلی هم محقق بودن، گفتیم که چی بهتر از این ما موسیقیایی که کمتر مردم شنیدن اونا رو به اجرا در بیاریم. تینو جان، شما من وقتی که
مرداد با من صحبت کرد و از حضورتون در شهر فرشته‌ها خیلی خوشحال شدم و به چند نفرم گفتم که خیلی جویای کار تار و ساز تار بودن، گفتم که یک مستر تار داره میاد، ولی شما یه خبر بد دارین که دارین سریع برمیگردین، مثل که در انگلستان مقیم هستین. بله من مقیم لندن هستم، متاسفانه نمیتونم بیش از این جا بمونم. اولا که خیلی خوشحالم واقعا در خدمت شما هستم دوست عزیزم جناب استاد عربی، لطف کردن ما رو دعوت کردن اینجا این برنامه رو گذاشتن و عرض به حضورتون واقعا باعث خوشحالیه که بعد از سالها اولا من ایشون رو میبینم و افتخاری برام. ولی به هر حال باید برگشت سر زندگی. من قبل از اینکه از شما خواهش کنم، چون من خود من بر صورت چون نوازنده هستم، موسیقی هستم، میدونم که در تلویزیون اجرای موسیقی خب مشکل یک برسا به علت صدا به علت فضا، ولی مرداد عربی چون خودش در از سابق خون است و همیشه مشوق این برنامه بوده، خودش در کنار من بوده و خیلی از بچه‌هایی که به صورت حرفه کار میکنم معرفی کرده، ما وقتی که خواهش کردیم ازش اونم گفتش که باشه. ولی قبل از اینکه وارد ازتون خواهش کنم یه کار بزنین، یکی از ویژگی‌های برنامه ضیافت، من دنبال یه اسمایی میرم، یادم با دخترای مهدی بکشلی وقتی که صحبت میکردم، آریانا و پری که در پاریسه، آریانا در نیویورک، داشتم صحبت میکردم، رفتم توی اون راهروهای دانشگاه تهران، از دکتر صفت گفتم، از دکتر خوش‌سمیر گفتم، از دکتر تقی مسعودیه گفتم و تمام آدمهایی که به یه نوعی در اون دانشگاه، هرمز فرهد، شاهین فرهد، میخواستم در زمین کاری خودتون اسمایی که باعث این اتفاق شدن، حالا از میتونه پدر مادرتون باشه که شما به صورت علمی رفتین این ساز رو دنبال کردین و الان باعث افتخار ایرانی هستین در جامعه بین‌المللی، یه مقدار بریم اسما شاید به گوش کمتر کسی خورده باشه. بله من به طور کلی اولین برخوردم با این ساز با دیدن جناب استاد صالحی بودش، حبیب‌الله صالحی، که ایشون البته همونجور که خودتون مستظر هستین لیسانس علوم طبیعی داشتن، معلم طبیعی بچه های هنرستان بودن در دورهای پایین‌تر، اما از شاگردان برجسته جناب شهنازی بودن و در تهران دوره ردیف داشتن، جزو معدود افرادی بودن که واقعا اطلاعات موسیقی قدیمی رو خیلی خوب میدونستن، راوی ردیف بودن اینها. اولین برخورد من در حقیقت با این ساز از طریق ایشون بود و خدمت ایشون بودم تا روزی که زنده بودن در خدمتشون بودم و بعد از اون به هر حال با اساتید دیگه این ساز در ارتباط بودم، از جمله جناب وحدانی که ایشون هم متاسفانه از دنیا رفتن و آقای ظریف، آقای علیزاده، آقای لطفی و دیگران. هر حال در رابطه با این ساز من افتخار این داشتم که در خدمت این عزیزان باشم و بله این در زمانی که سوالی که همیشه برای من پیش میاد در رابطه با آرتیست هایی که تو این برنامه میان، میخواستم این نقش اساسی خانواده ها رو در جلب بچه هاشون برای موسیقی نه. اونو بهش خیلی به قول معروف نوری بندازم که حتما خانواده شما مؤثر بودن در این اینکه شما مسلمان الان توی در این زمانه به هر حال خانواده ها بیشتر بچه ها رو تشویق میکنن. ما حالا امکانات رو این رو داشتیم که اگر بخوایم یه سازی بزنیم خانواده زیاد مخالفت نکنن، اما وقتی که من خودم یادم وقتی که میخواستم تحصیل موسیقی بکنم به هر حال یه سری مخالفت هایی بود، اما همجور که شما میفرمایید نقش خانواده خیلی مهمه.